درود فراوان آرزوی بهترین ها متاسفانه اخبار به داری میاد که مردم دارن پولشون از بورس خارج میکنن اون پول سرگردانی که هست و نتیجه از در واقع نقدی نگیسازی بانک های سهیونسی ایران هست متاسفانه این پول سرگردان حجوم برده بودن به دلار دلار کردن سی تومن الان دوباره این پول دار خارج میشه از بانک و بورس داره میره به سمت مسکن چرا مردم این کارو میکنن مردم تقصیر ندارن چون مردم نمیخوان پولشون بیارزش بشه و کی پول بیارزش ارزش میکنه جریان غارت در ایران جریان غارت در ایران که دول خود دولت است قلب جریان غارت در دولت که بانک مرکزی است بانک مرکزی رهبر جریان غارت هرم غارت است با کمک وزارت سمت وزارت کشاورزی و وزارت نفت و پشتوانی اطلاعات دارن حالا من جرات نمیکنم اسم وزارت اطلاعات رو بیارم که اون وزارت چهارم وزارت اطلاعات که از این جریان غارت پشتوانی میکنه و این هرمی تشکیل دادم و در قلب دولت هست دولت خود جریان غارت هست یه جوج مجوج بانک ها پول بدون پشتوانه چاپ کردن متاسفانه و این پول بدون پشتوانه که بانک ها چاپ میکنن عمدی هست برای کاهشش که انگلیس و اینا داده برای کاهش پول ارزش پول ملی که اصلا بانک مرکزی هم بانک شمشای انگلیسه و, نقشی که واسه ریال اصلا تعریف شده اینه که ارزش پوند انگلیس رو بالا ببره و این معمولین ساکس یهودی درون بانک مرکزی و اون که ساختن عمدن عمدن پول چاپ میکنن بدون پشتوانه که ارزش پول ایران بیاد پایین این پول سرگردان بانک ها اولا کاغذ چاپ میکنن اموال مردم رو میکشن بیرون از دستشون و مردم برای اینکه اموالشون رو جریان غارت شبکه غارت حرم غارت و خود دولت از دستشون نکشی بیرون مجبورن به سمتی برن سرمگذاری کنن که دولت نتونه با نقدینگی کاذب سرمایه مردم رو قارت کنه یعنی مردم تقصیر ندارن کمله میبرن به خرید ماشین و نمیدونم سکه و یه دوران موبایل بوده و الان مسکن شده و این چون دولت خودش دولت یجوج مجوجه غارت است چون دولت خودش خلقیت خلقیات دزدی داره ملت برای دفاع از خودشون برای پناه از دزدی که جریان غارت در دولت به کار میگیره میرن این چیزا رو میخرن و گرون میشه مسکن گرون میشه چیز دیگه گرون میشه و استفاده ابر لام هست و از خود بانک ها و مؤسسه مالی بزرگترین ابر هستن اونا هم برای اینکه سود بیشتر کنن پول چاپ میکنن بعد میرن چه کار میکنن اصلا بانک حق نداره بره بانگداری کنه در معاملات و دلالی وارد بشه و خرید بکنه این بلایی که سر ملت ایران داره میاد به خاطر هم میگم سهیونیسمی که در ایران هست خطرناکتر از سهیونیسمی است که در آمریکا هست که سهیونیسم سرمایه‌داری باشه یا حتی در چین یا در جای دیگه سه... همه جای دنیا باید از ایران بترسن چون که ایران سهیونیسم غارت داره اگه الگو بشه برای دولت‌های دیگه خدا به داده ملت های جهان برسه قرار بود عدل علی و برابری مهدوی بیاد متوجه جهجوش محجوش تو ایران حاکم شد و اقتصاد دستشونه بانک مرکزی دستشونه و مسئولین اگه بخوام میتونه ولی کار نمیکنن قانون بذارن که اولا دیگه دولت حق نداشته باشه ارزش پول ملی رو پایین بیاره با چاپ با طراحی پولگرم پولگرم یعنی که روی پول نوشته بشه این اسکناس معادل یک گرم طلا است یا مثلا یک هزار روم گرم طلا است که طرف ببره طلا فروشی بهش طلا بدن اسکناس باید طوری ارزش داشته باشه که تو وقتی اسکناس وردی به طلا فروشی طلا فروش معادل گرمی که روش نوشته به طلا بده این میشه اسکناس پول واقعی به هیچ وقت به هیچ وجه این پول بی ارزش نخواهد شد اصلا جریان قارت نمیتونه این کارو بکنه ولی نمیذارن البته چون اینا مموره انگلیس انگلیسن دیگه یهودیای انگلیسی هستن نکته دوم اگه آقای قالیباف شما جریان مذهبی که من واقعا به شما بدبین شدم اصلا میگم شما همسو هستید با جریان غارت و غارت مردم اگر واقعا راه زیاده شما نمیخواهید درست بکنید شما از این درامزایی حرامی که یاد گرفتید در طول این چل سال دفاع میکنید و نمیذارید که واقعا ملت آرامش داشته باشند و شما میتونید یه قانون تصیب کنید یک شناسنامه یک مسکن دیگه اینجوری مسکن از دست دلالا خارج میشه دیگه کسی حجوم نمیبره که فلان بانک ده هزار مسکن، مسکونی بخری خالی افتاده چه بلای سر مردم آوردن این بانک ها و مسئلسط مالی هر کدوم رفتن هزار هزار مسکن خریدن و دپو کردن خود بانک ها عامل اصلی گرانی مسکن هستن آیا قالی شما واقعا اگه انسان هستی اما مهدی دوست داری قانون بذار در مجلس یک شناسنامه یک مسکن هیچ مؤسسه دولتی بانکی و مالی حق نداره با پول بره چیکار کنه مسکن بخره اینجوری مسکن ملی میشه مسکن رو ملی کنید با قانون یک شما هستم یک مسکن ولی متاسفانه من دیگه از همه شما ناامیدم کلا سیستم جرجان غارته شما قرار نیست برای ملت کاری بکنید وگرنه یعنی هم پول ایران با عرزشتاریم. پول دنیا خواهد شد با تر پول گرم که مقدار طلا روش نوشته میشه و این پول سرگردانه که شما به سمت مسکن و دلار و اینجور چیزا عمدن برای غارت هدایت میکنید اگر این قانونی که گفته شده نوشته بشه مردم دیگه مجبورم پولشون رو در جهت تولید و ساخت کارگاه و صادرات به کار ببرن ولی بله چون کشور اقتصاد کشور دست جریان یجوج مجور غارت هست ابر میلیاردر غارتگر هستند دین خدا و پیغمبرم ندارم به خدا اینا نه دین دارم نه اعتقاد دارم نه به امام مهدی اعتقاد دارم نه به امام علی اعتقاد دارم و غارت مهمه بهش میگم نیست غارت جریان غارت و اگر راهش زیاده که جلو بالا بردن قیمت مسکن رو بی کردن پول ملی گرفته بشه راهش هم زیاده اگه مجلس شور داشته باشه مسکن رو از کالای دلالی خارج کنه یک مسکن یک هم. وقتی که همه ایرانیان یک مسکن پیدا کردن قانون رو بکنین یک مسکن دو شناسنامه همینجا بریم بالا یک مسکن سه شناسه به شرطی که اول همه این مسکن رو داشته باشن با معیشت مردم با روان مردم بازی نشه این راه زیاده برای برابری و عدالت من چون حکومت قلب حکومت جریان غارت است متاسفانه و گفتم آخوندها ها مترسک هستند مترسک اون جریان هستن اسمند حکومت دست آخونده هست متاسفانه میشه مجلس این کار رو بکنه ولی نمیکنه به هیچ وجه نمیکنه این کارو. امیدوارم یه روز ریشه این جریان غارت از ایران کنده بشه بدرود.